شماری از باشندگان هرات با معرفی معاون جدید والی هرات در این ولایت شدیداً معترضند. اخیراً بر اساس فرمان مقامهای مرکزی، محمد امین توخی معاون پیشین والی غور به عنوان معاون والی هرات معرفی شده است. آقای توخی در غور متهم به فساد کلان مالی است. حالا مردم و شورای ولایتی هرات نسبت به این باره واکنش نشان داده میگویند به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا کسی که دوسیه دارد به عنوان معاون والی هرات معرفی شود. محسن کریمی گزارش میدهد. اخیراً مقامها در مرکز کشور محمد امین توخی معاون والی غور را به عنوان معاون والی هرات معرفی کردند. این تصمیم حکومت مرکزی واکنش تند باشندگان هرات را به دنبال داشته است. مکتوب رسمی آقای توخی از مرکز فرستاده شده و قرار شد امروز یکشنبه رسما به عنوان معاون والی هرات معرفی شود. اما شمار زیاد از باشندگان هرات نسبت به این تصمیم حکومت مرکزی دست به اعتراض جدی زده میگویند مقام های مرکزی نسبت به هرات دید تبعیض‌آمیز دارند، در حالی که در این ولایت ظرفیت های زیادی وجود دارد، اما حکومت مرکزی کسی را فرستاده است که متهم به فساد کلان مالی در غور است. ما متاسفانه چیزی که دولت مرکزی با ما وعده کرده هیچ به وعده خود وفا نمیکنه. هر کس از هر گوشه و کناری که او رونده میشه او به ولایت هرات تقرر پیدا میکنه. حال تیم هر کس تیم خوب و خراب خور میگه تو تیم منی برو به من جگاه مردم نگاه نمیکنم. مردم هرات خوب میفهمه، خود شما ایره تیم خود شما هم مردم میفهمیم که ما مردم قانونمندیم، مردم با فکریم، با سوادیم، شهر خورت حالی ویش کردیم، ویش هم میکنیم، فاسدار دگه نمیخذاریم. در ایران ظرفیت های بسیار بزرگ وجود داره، تحصیل کرده های بسیار بزرگ در سطح دکترا و ماستر میالی وجود داره. متاسفانه از این ظرفیت ها استفاده نمیشه، اما کسایی که متهم به اختلاس هستند، متهم به بیروکراسی هستند، اینا در ولایت هرات میان به صفت معاون ایفای وظیفه میکنن. با این حال مقام های محلی هرات ساعت ها را پشت درهای بسته روی این موضوع صحبت کردند. نماینده های مردم هرات در شورای ولایتی و مجلس نمایندگان نیز در این جلسه ولایت حضور داشتند. این نمایندگان میگویند به هیچ وجه اجازه نخواهند داد یک شخصی که متهم به فساد اداری در غور است به عنوان معاون والی هرات معرفی شود. غلام فاروق مجرور نماینده مردم هرات در مجلس میگوید حکومت مرکزی نسبت به هرات نگاه دوگانه دارد. او تاکید میکند که شدیداً با معرفی شخصی که متهم به فساد اداری است به عنوان معاون والی هرات مخالف است. ما از رئیس جمهور افغانستان میخواهیم که یا آقای جامیر به پستش پس ابقا باشه و یا ای که از ظرفیت های خود ولایت در سمت معاونیت ولایت هرات استفاده بکنه. در غیر از او من فکر میکنم که پیامد بسیار بد و منفی در پی خواهد داشت. محمد امین توخی چند پیش متهم به حیف و میل 117 میلیون افغانی پول پروژه های انکشافی در غور شد. این مسئله تا جایی کشید که تیم تدارکاتی ولایت غور همراه با چندین تن از کارمندان دولتی و آقای توخی به سارنولی معرفی شدند. اما حالا باشندگان هرات میگویند معلوم نیست چرا حکومت یک شخص که متهم به فساد است را در پست های دولتی وظیفه میدهد و بازداشت نمیکند.